تو هستی هر زمان هر کجا، شادیم تو هستی در غم ها در درد ها، آرامش تو هستی در یوب بندگی، آرامش تو هستی این تن و جسم من شد از خود سرشته در پای صلیبت به خونت آغشته در تولد اینو هرچه بود گذشته در کتاب حیات نام من نوشته گم گشته پریشان یا بنده تو هستی افتاده قدرتم تو هستی در گناه در خطا بخشنده تو هستی تو راهی تو راستی هادیم تو هستی این تن و جسم من شد از خود سرشته در پای صلیبت به خونت آغشته در تولد اینو هرچه بود گذشته در کتاب حیات نام من نوشته نترسم نلرزم صخره‌ام تو هستی زیست کنم تا ابد حیاتم تو هستی شکرگویم هم خوانم خداوند تو هستی این تن و جسم من شد از خود سرشته در پای صلیبت به خونت آغشته در تولد اینو هرچه بود گذشته در کتاب حیات نام من نوشته در تولد اینو هرچه بود گذشته در کتاب حیات نام من نوشته با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. دوستان، هدف برنامه های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد. عزیزان، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز او گوش فرا دهید.
روان، جنگ و قحطی و طوفان ها حیران کرده پیر و جوان، دل ها تپد ز اضطراب، آینده گشت چو سراب، ابر تیره در آسمان چیره شده بر این جهان. بازگشت نما آرامی و امید ما، رویم با تو سوی سما. آی مسیح بازگشت نما. فرصت نباشد بیش از این پیش از ظهور تخت نشین، فرموده او بیدار شوید، انتظارها به سر رسید، سوی ابرا نگاه کنید، فرزند خدا را بینی. آی مسیح بازگشت نما آرامی و امید ما، رویم با تو سوی سما. آی مسیح بازگشت نما. پر جلال که او زداید هر ملال، پاک نماید عشق غم را ز چشمان گریان ما. جفاها پایان پذیرد، شادی ها جای شبان، پروانه وار به دور او گردیم و بال و پر زنیم. آی مسیح بازگشت نما آرامی و امید ما، رویم با تو سوی سما. آی مسیح بازگشت نما. آی مسیح بازگشت نما. آی مسیح بازگشت نما.
شنوندگان گرامی، در برنامه این هفته به شناخت تقدیس می‌پردازیم. عزیزان، خداوند برای هر انسانی که خلق می‌فرماید نقشه بسیار والا و مقدسی داره. می‌توان نقشه مقدس خداوند برای هر انسان را در یک کلمه خلاصه نمود و آن کلمه تقدیس می باشه. عزیزان، اگر از شنیدن کلمه تقدیس برای شما سوال به وجود آمده، بدانید که تنها نیستید. بسیاری با معنای صحیح تقدیس آشنا نیستند. این بسیار حائز اهمیته که ما معنای تقدیس را به طور صحیح آنگونه که کلام خدا به ما معرفی میکنه بیاموزیم. دانستن معنای صحیح تقدیس بسیار حائز اهمیته، چرا که تقدیس در واقع ماهیت و هدف زندگی هر مسیحی را معرفی میکنه. تقدیس از تقدس یا مقدس بودن میاد. مقدس به معنای جدا شده می باشه. بنابراین هرگاه چیزی یا شخصی تقدیس شده باشه، این بدان معناست که آن چیز یا شخص برای هدف و منظور خاصی جدا و تعیین گردیده. با مطالعه کلام خدا در عهد عتیق می آموزیم که خداوند بنابر خواست و مشیت الهی خود چیزهایی را تقدیس نمود. در عهد عتیق می خوانیم که خداوند روز هفتم هفته را تقدیس نمود. خداوند قبیله لاوی را برای خدمت تقدیس نمود. وی همچنین خیمه عبادت را تقدیس نمود. دوستان، خداوند امروز هم به کار تقدیس ادامه میده. او امروزه مردم را تقدیس میکنه. کلام خدا به ما میآموزه تا قبل از اینکه یک شخص به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان آورد، او از نظر روحانی مرده. کلام خدا در افسسیان فصل دوم آیات 1-3 می فرماید: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کاری می زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. آمین. بله دوستان، این شرایط ما تا قبل از ایمانمان به عیسی مسیح بود. در حقیقت کلام خدا در رومیان فصل پنجم آیه دهم به ما می آموزد که تا قبل از ایمان به مسیح در حقیقت ما دشمنان خدا محسوب می گردیدیم. پولس در این آیه می فرماید: هنگامی که دشمنان خدا بودیم، او به وسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد. پس اکنون که دوستان خدا شده ایم و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی می کند، چه برکات عالی و پرشکوهی به ما عطا خواهد کرد. آمین. خدا را شکر.
عزیزان لطفاً به این قسمت از عرایض بنده توجه خاصی مبذول بفرمایید. اما به محض اینکه یک شخص به مسیح ایمان میاره، گناهان او کاملاً بخشیده شده و خداوند او را به عنوان فرزند به خانواده الهی خود میپذیره. از اون لحظه به بعد آن شخص که به عیسی مسیح ایمان آورده و به عضویت خانواده الهی خداوند در آمده، توسط خداوند برای به انجام رسانیدن هدفی مقدس تقدیس میشه. این بدین معناست که ایمانداران به عیسی مسیح در این دنیا وجود ندارند تا تنها به دنبال به دست آوردن خواستهای شخصی انسانی خودشون باشن، بلکه ما ایمانداران به عیسی مسیح برای خداوند و جلال نام او زندگی میکنیم. بله، ایمانداران به مسیح در این دنیا وجود دارند تا تنها خداوند را خدمت نموده و موجب جلال نام او در میان همه انسانها بگردند. ما فرزندان خداوند تقدیس شده ایم تا جلال پدر آسمانی خود را به دنیای اطرافمان منعکس سازیم. ایمانداران به عیسی مسیح فرزند خواندگان خانواده الهی خداوند مقدسین خوانده می شوند. این کلمه مقدس در ریشه خود با تقدیس مشترک می باشه. دوستان لطفاً به این مهم توجه داشته باشید که ایمانداران به مسیح مقدسین خوانده می شوند، نه به این دلیل که آنها هرگز مرتکب گناهی نخواهند شد. ایمانداران به عیسی مسیح مقدسین خوانده می شوند چرا که عیسی مسیح تاوان گناهان آنها را یک بار برای همیشه تماماً بر روی صلیب جلجتا پرداخت نموده. دوست عزیز، آیا شما از اینکه گناهانتان آمرزیده شده اطمینان دارید؟ آیا شما عضو خانواده الهی خداوند هستید؟ آیا زندگی شما جلال نام خداوند را به دنیا منعکس می کند؟ یک صدا به پرستیم نام عیسی را، محبت خدا فیض عظیمش را بخشید حیات نو در عیسی، از چشمه حیات شادی قلب پاک مسیح است نام خدای ما. بیایید با هم یک نفس یک صدا به پرستیم نام عیسی، آیید خانیم دستنیم دستنیم به پرستیم نام خدا را، او شایسته حمد و پرستش هاست هللویا بر عیسی، آیید خانیم دستنیم دستنیم به پرستیم نام خدا را، او شایسته حمد و پرستش هاست هللویا دوستان. بیشتر مردم راجع به حقایق اساسی شخصیت و عملکرد عیسی مسیح فقط چیزهایی شنیدند،
اما متاسفانه تعداد کمی از مردم با خود مسیح به صورت شخصی آشنا شده و با او ارتباطی صمیمی و مستقیم دارند. مردم عادی و حتی بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح این روزها آنقدر سرگرم فعالیت‌ها و اجرای نقشه‌های خودشون هستند که به مسیح تا زمانی که موقعیت دشوار یا خطرناکی برایشون پیش نیاد نمی اندیشند و رابطه‌ای ندارند. اما خدا را شکر، چرا که افراد بیشماری در سراسر این جهان هستند که طعم محبت و فیض عیسی مسیح را چشیده و با او به صورت خیلی صمیمانه رابطه شخصی، صمیمی و دائم دارند. این افراد فروتن همواره در شناخت بهتر از مسیح و تقویت روابطشان با او کوشا هستند. شناخت هرچه بهتر از مسیح، وقت گذرانیدن بیشتر با او هر روزه، اطاعت و همینطور اجرای خواستهای او در زندگیشان برای این عزیزان در صدر اولویت قرار داره. دوستان، بیایید با هم بیاموزیم چگونه ما هم می توانیم مسیح را در صدر همه چیز در زندگی خود قرار داده و از برکات الهی او برخوردار گردیم. برای شروع لطفاً به آیات 8 تا 10 در کتاب فیلیپیان فصل 3 توجه خاصی مبذول بفرمایید. وقتی ما مسیح خواست و اراده او را در زندگی خود در مقام اول قرار می دهیم، او بر شدت اشتیاق ما در شناخت بهتر از خودش می افزاید. با وجود این که پولس رسول رابطه بسیار نزدیک و صمیمی با عیسی مسیح داشت، اما با این وجود وی در آیه 8 در کتاب فیلیپیان فصل 3 می فرماید: بله، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی‌ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم. آمین. عزیزان، باز یادآور میشم آیه 8 در فصل 3 کتاب فیلیپیان را با هم مطالعه کردیم. دوستان، وقتی ما مسیح و خواست و اراده مقدس او را در زندگی خود در مقام اول قرار می دهیم، او زندگی ما را برکت داده و به طور کلی دگرگون و تغییر می ده. شناخت بهتر و بیشتر صحیح از عیسی مسیح ما را در رشد روحانی بالغتر می سازه. دیگر تنها به اعمال نیک خود و تلاش‌هایمان برای رستگاری و بخشش گناهانمان فخر نفروخته و تکیه نخواهیم کرد. همونطور که پولس در آیه 9 در فصل 3 کتاب فیلیپیان می‌فرماید: با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. آمین. دوستان، وقتی ما مسیح و خواست و اراده او را در زندگی خود در مقام اول قرار می دهیم، وی بر اعتماد ما نسبت به خود می افزاید و در داشتن یک زندگی پاک و بیگناه کمک می فرماید. دوستان، قدرت روح القدس در افرادی که به مسیح نزدیک ترند
بهتر عمل میکنه. و چهارم این که وقتی ما مسیح و خاص و اراده او را در زندگی خود در مقام اول قرار میدهیم، آن موجب میشه تا ما با دیدگاهی بهتر و شناختی عمیق‌تر به فداکاری که مسیح برای ما انجام داده آشنا گردیم. درک صحیح از فروتنی و شدت درد و رنجی که مسیح برای پرداخت تاوان گناهان ما پرداخت، ما را در مشکلات زندگی و مصائبی که در زندگی برای من پیش می آیند مهیا ساخته و برای پیروزی بر آنها قوت می بخشد. پولس رسول در آیه دهم در فصل سوم فیلیپیان می فرماید: اکنون همه چیز را رها کردم، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه. آمین. دوستان، همچنین وقتی ما مسیح و خواست و اراده او را در زندگی خود در مقام اول قرار می دهیم، این موجب می شود که ما خودمون را نسبت به گناه مرده انگاریم. گناه عزیزان زمانی ارباب ما بود و ما اسیر و برده آن. اما در ایمان به عیسی مسیح، روح القدس او ما را در غلبه بر گناه و داشتن یک زندگی پاک و خداپسندانه همواره راهنمایی و کمک خواهد فرمود. دوست عزیز، آیا زندگی شما منعکس کننده این حقیقت هست که مسیح و خاص و اراده وی در مقام اول قرار دارد؟ آیا شناخت و رابطه شما از مسیح سطحی، نااستوار و تنها به صورت یک عادت کهنه در آمده؟ برای شروع داشتن یک رابطه دوستانه و بسیار صمیمی، می توانید از همین لحظه شروع کنید. از مسیح بخواهید تا به شما در شناخت و پیروی بهتر از خود کمک کند. دوست عزیز، اجازه ندهید خوشی‌های زودگذر و وسوسه‌های این دنیا شما را از گنج شناخت عیسی مسیح به دور نگاه دارد. بیایید تا همان گونه که پولس رسول در آیه هفتم می‌فرماید، ما هم بگوییم اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. آمین. خدا را شکر. خب عزیزان، با امید این که مطالعه این هفته موجب برکت شما شده باشد، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش مسیح با شما باشد. وقتی دل